با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم، چشم تو رنگ اصلا توی چشم تو نگاه حس شاده که غزن لب تو برچه یه نیمه بازه با آب تن تو آتیش سوزنده یه دو قد تو مثل سفیدار بلند دل تو نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند آرمین سالان روشن کن بینندگان عزیز درود بر شما خیلی خوشحال هستم که امروز در کنار تک ستاره موزیک پاپ ایران آقای ابی هستم. قربونتون برم. خیلی ممنون. ابی جان ازت تشکر میکنم با وقت بسیار کمی که داشتی این وقت رو به ما دادی که بتونیم با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم. خواهش میکنم. اولا من همیشه خوشحالم که میام اینجا به هر حال شما رو از نزدیک ببینم و این شانس خوبی برای من هست که بتونم این صحبتی هم با شما داشته باشم. شما و بینندگان. خیلی متشکرم ازت. ابی جان آلبوم ستاره‌های سربی که واقعا کولاک کردش و هنوزم داره کولاک میکنه، در مورد آلبوم جدیده، در مورد آلبوم عطر تو برای بیننده های ما مقدار صحبت کن. واکم ولی میگه آلبوم ستاره‌های سربی، این دوتا آلبوم از نظر حال و هوا با هم دیگه فرق میکنه، به دلیل اینکه آهنگسازهای این دوتا آلبوم با هم دیگه فرق میکنن. آقای سیاوش قمیشی آلبوم ستاره‌های سربی رو آهنگش ساختن، آقای فرید زولان آلبوم عطر تو رو. به طب دو تا آهنگساز مختلف با دو روی مختلف و دو احساس مختلف در این دو تا آلبوم با هم دیگه کار کردیم. آلبوم ستاره‌های سربی آلبومی است که در دفعه اول که آدم گوش میده بعضی از آهنگا بلافاصله به دلش میشینه. کاملا البته این خیلی این مسئله بسیار خوبی است، ولی بعضی از آهنگ ها که فکر میکنم در آلبوم عطر تو داریم شاید آهنگ هایی باشه که مقداری مثلا باید بیشتر گوش کرد، که البته فکر میکنم آهنگ هایی که در واقع آدم بیشتر گوش میده به مدت بسیار زیادی توی ذهنش میمونه. آهنگ هایی که خیلی زود معروف میشن به نظر من خیلی زودم فراموش میشن، ولی آهنگای شما نه. آهنگای شما واقعا همیشه جای خودش رو در قلب مردم داره و هیچ وقت کهنه نمیشه و هیچ وقت به دست فراموشی سپرده نمیشه. امیدوارم. آلبوم عطرتو من خودم خیلی دوست دارم، البته این دلیل ستاره‌های سربی هم دوست نشته باشم. یک دو تا از آهنگای عطرتو رو خودم خیلی دوست دارم، از جمله گریه نکنه است با شعر خیلی قشنگی از آقای ایرج جنتی عطایی و آهنگ عطر تو با شعر بسیار قشنگی از آقای شهریار قنبر. خب میتونه کمی راجع به تورات ابی جان بگو؟ امسال مثل همیشه تورا موفقیت آمیز بوده، تالا چه برنامه‌هایی داشتید و برلین چه موقع تشریف میرید؟ شکر خداوند بزرگ تورا در این چند سال اخیر خیلی خوب بوده. در الان همونجور که میدونید من یک دو هفته به قول شما پازه داشتم که واقعا اومدم اینجا پیش یکی از دوستانم استراحتی بکنم و دوباره دنباله تور من از هفته دیگه دوباره شروع میشه. تور من از دو ماه پیش شروع شد و از اسکاندیناوی شروع کردم، البته نتونستم تمام بکنم اسکاندیناوی رو به دلایل پیدا نکردن جا در یک دو تا شهر با مثال سوئد، و بعد لندن برنامه داشتم، بعد آلمان چند تا برنامه داشتم که دوباره باز از آلمان شروع میشه برمیگرده به اسکاندیناوی و کشورهای دیگه. هلند خوشبختانه شکر که پروردگار بزرگ خیلی خوب بود و میتونم به جرئت بگم که سال به سال بهترم شده. البته اینجا من واقعا مدیون خیلی هستم، از جمله هموطنان، کسی که واقعا من صدای من و کار من رو پشتیبانی میکنن، که همیشه خدا ازشون متشکرم، همیشه ازشون ممنونم، سپاسگزارم از همه پشتیبانی و پشتیبانیشون. دوم
آهنگ هاییست که به هر حال ظرف سالهای گذشته خوندم، دست دوستان عزیزم مثل آقای قمیشی، آقای فرید زولان و دست آن دیگر از دوستانم مثل آقای جنتی حتی، مثل آقای اردلان سرفراز، مثل آقای شهریار قنبری، که واقعا افتخاریست برای من که با این دوستان کار میکنم. دست این دوستان منم درد نکنم. بله واقعا همونطور که شما میگه به هر حال شما انقدر محبوب هستید که همه شما رو دوست دارن و در هر شهری باشه همه عاشقانه برای شما فعالیت میکنن. شهر برلین، برلین که به هر حال اینقدر واقعا بیننده های ما میتونم بگم به جرات واقعا همه شما رو دوست دارن. برلین جزو شهری است که تعداد جمعیت نسبت به شهر دیگه کمتره، ولی اون البته از نظر کیفیت خیلی خیلی بالا هست و یکی از دلایلی که من برلین رو دوست دارم خدا این است که دوستان برلینی ما واقعا بسیار بسیار لطف دارن. به حال موقعی که من برشون برنامه دارم اجرا میکنم واقعا احساس میکنم که به حال این خوانندهشون رو دوست دارن و برنامه برلین جزو برنامه‌های بسیار خوب تور من هست. یعنی اگر بخوام انگشت بشمرم، اگر سه تا تور خوب دارم در تور، سه تا کنسرتی دارم که خوب هست از نظر خودم، خودم به قول معروف ارضا میشم، یکیش برلین هست. ای جان توی شهرهای دیگه هم که کنسرت داری، آیا مردمی که میان مثل مردم برلین از ته دل باید هم صدا میخونن با احساسشون؟ برنامه قبلی واقعا من بودم دیدم حدود 800 نفر 900 نفر باید هم صدا بودن، از ته دل واقعا باید میخوندن. مسلمم برلین اینجوری هست و سایر جاهای دیگه هم واقعا به این صورت هست. یکی از دلایلی که من ترجیح میدم بیشتر در اروپا کار بکنم این هست که واقعا حال و هوای شنوندگان خیلی نمیخوام بگم بهتر، ولی جور دیگری است تا امریکا. من اکثر کارم هم جور که خودتون میدونیم بیشتر در اروپا هست. واقعا تمام جایی که کنسرت میذارم استقبال مردم و شور و حالی که من میدن بی نهایت زیباست و واقعا قدردانی میکنم از همشون.